دوستان عزیز، این بنتلی که میبینید بنتلی کانتیننتال جی تیه، نسخه 8 سیلندرشه. تو سال 2011 نسل دوم کانتیننتال رو معرفی کرد که تو سال 2013 نسخه 8 سیلندرشو، برخلاف سالهای گذشته که همیشه با نسخه 12 سیلند عرضه میکرد، نسخه 8 سیلند رو عرضه کرد و یه پیشرانه 8 سیلندر 4 لیتره تو این توربا داره. من خود ازش فیلم میگیرم. من داخل ماشین رینگاش پیرلیه و 20 اینچ، همینطور که میبینید این رینگا خیلی ببخشید لاستیکاش پیرلیه و رینگاش 20 اینچ. از این منم بگیرم ببینید، ماشین 15 تا کار کرده و واقعا نوع اینم احرام باز و بسته کردن دریچه های تهویه شه، خیلی حالتی کلاسیک وار داره. اینم پدالای پشت دنده، اینم که دکمه هایی که میبینید گرم کن سرد کن صندلی و تنظیم ارتفاع و اینجور داستان ها. این سویچش هم نشون بدم بهتون، این سویچ این بنتلیه که حالت خیلی کلاسیک داره. خیلی از محصولات با توجه به اینکه بنتلی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه فولکس واگن است، طراحی این سویچ‌هاشون هم مثل محصولات فولکس واگن و حتی لامبورگینی. میریم که موتور 8 سیلندر این بنتلی رو روشن کنیم. خیلی هم اتفاقی جیان علی مظلومی عزیز اومد توی گالری، من این ماشین رو روشن کنم، موتور 8 سیلندرش رو صداش رو بشنوید. البته نسبت به 12 سیلندرش معلومه صدای کمتری داره. اینجا به به ببینم صدا میاد. از این نمیشه آدم جوره نمیکنه گاز به درد درده. این هم از این، حالا خاموش کنیم و تمام. باز کردن صندوق عقب بنتلی خیلی خواهم بدونن چه جوریه. این پایین که مثل ماشین امروزی که اصلا از این دکمه ها نداره، شما برای باز کردن هم از روی ریموت میتونید این کار کنید، همین که این دکمه بنتلی رو یه فشار بدید خیلی ملو باز میشه این فضای صندوق عقبشه همینجور که میبینید، و برای بستنش هم همین دکمه رو فشار بدید و
نحوه سوار شدنش هم میگیرم که داره سوار خودرو بر میشه تا بره جزیره.